سر خط خبرها. افزایش بی سابقه آمار رسمی مبتلایان به کرونا در افغانستان، در شبانه روز گذشته 30 نفر جان باختند. وضعیت خوزستان همچنان قرمز، 3 استان دیگر در حالت هشدار. وزارت بهداشت ایران میگوید کشور از اوج کرونا عبور کرده. معاون اجرایی سابق ریاست قوه قضاییه ایران در دادگاه، اکبر طبری به اتهام رشوه‌خواری، پولشویی و جعل سند محاکمه می‌شود. و سفر مجازی به حیات وحش در دوران کرونا. سلام، عصرتون بخیر، خوش اومدید به این بخش خبری یک شنبه 7 ژوئن برابر با 18 خرداد از تلویزیون فارسی بی بی سی با من پریزاد نوبخت. وزارت صحت افغانستان از افزایش بی سابقه مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا خبر داده. طبق آمار رسمی در شبانه روز گذشته 30 نفر از مبتلایان به این ویروس جان باختند و حدود 800 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده. آمار رسمی مبتلایان هم از 20,000 نفر گذشته. شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در افغانستان همزمان با اتخاذ تدابیر و محدودیت‌های تازه در این کشور افزایش یافته. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. سفره خالی و دلش پر از آنچه که شیوع ویروس کرونا به سرش آورده. کرونا نگرانش کرده، اما فقر و نبود درآمد طاقتش را بریده. غم نان برایش هنوز بیشتر از ترس ابتلا به کرونا است. من مطلع هستم که ویروس کرونا وجود دارد. ما که برای تفریح به بیرون نیامدیم، مجبور هستیم کار کنیم. کرونا ما را نمی کشد، اما اگر به خانه نان نبرم از گرسنگی خواهم مرد. به دلیل جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس، دولت افغانستان حالا با طرح تازه‌ای محدودیت تردد و کسب و کار را پس از 2 هفته از سر گرفته. پوشیدن ماسک بعد از یک امر حتمی و جبری هست در بیرون از خانه. شستن دست ها تسهیلاتش باید در محلات بیرون از خانه از طرف نهادهای مختلف تهیه بگرده. فاصله اجتماعی 2 متری حداقل نیازهایی است که میتونه شهروند از ابتلا به ویروس کرونا حفظ کنه. بر اساس طرح تازه دولت، همه مراکز آموزشی، مدارس و دانشگاه‌ها تا 3 ماه دیگر اجازه فعالیت حضوری ندارند. همینطور اماکن عمومی مثل سالن‌های ورزشی، هتل‌های عروسی و پارک‌های تفریحی هم مسدود خواهند ماند. فقط کافه‌ها و رستوران‌ها برای تحویل غذا به مشتری‌ها اجازه فعالیت دارند. همچنین تردد وسایل نقلیه با بیش از 4 سرنشین هم ممنوع اعلام شده. وزارت بهداشت افغانستان مجری این طرح با همکاری نهادهای مرتبط است. نهادهای مختلف از جمله پلیس هم برای اجرای آن نظارت خواهد کرد. به گفته وزارت صحت، افغانستان به مرحله اوج شیوع ویروس کرونا نزدیک می شود. آمار بیماران و مرگ ناشی از این بیماری در کشور به خصوص در کابل در حال افزایش است. آنطور که وزارت اعلام کرده، ممکن است میزان افراد مبتلا به این ویروس تنها در کابل بیش از 1 میلیون نفر باشد. کابل با بیش از 8,000 مورد مثبت در صدر ولایت آلوده قرار دارد. هرات پس از آن با بیش از 3,700 مورد و بلخ بیش از 1,380 مورد مثبت در رده‌های بعدی. تا کنون بیش از 20,300 نفر در افغانستان مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده. نزدیک به 360 نفر جان باخته و بیش از 1,870 نفر بهبود یافتند. اما مسئولان معتقدند آمار واقعی به مراتب بیشتر از آمار رسمی است، به دلیل کمبود ظرفیت آزمایش ها. دولت اخیراً گفته تعداد مراجعین 100 برابر بیشتر از ظرفیت فعلی آزمایش است. با اوج گرفتن انتشار ویروس، انتظار می رود طرح تازه محدودیت تردد و کسب و کار جدی تر از قبل دنبال شود، که نیازمند نظارت مصمم دولت و رعایت مسئولانه مردم است. 2 موردی که در قرنطینه 6 هفته‌ای قبل خیلی قوی نبود. نسرین نوا، بی بی سی، کابل.
در ایران معاون وزیر بهداشت میگوید در بسیاری از شهرها 80 تا 90 درصد مردم هنوز به کرونا مبتلا نشدند و تاکید بر استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی برای این است که زمینه ابتلای افراد به این ویروس وجود دارد. سخنگوی وزارت بهداشت گفته ایران از اوج شیوع موج اول کرونا عبور کرده، هرچند وضعیت در استان خوزستان همچنان قرمز است و 3 استان دیگر در وضعیت هشدار قرار دارند. طبق آمار رسمی در شبانه روز گذشته نزدیک به 2400 مورد جدید ابتلا به کرونا شناسایی شده و 72 نفر جانشان را از دست دادند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. خوزستان هفته هاست که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد. بازارها شلوغ است و به نظر می‌رسد زندگی عادی در جریان است. اما هرچه هوا گرمتر می‌شود، تعداد مبتلایان بالاتر می‌رود. با وجود این، امتحانات پایه 12 در این استان به صورت حضوری برگزار می شود. وزارت آموزش و پرورش می گوید به دلیل حساسیت این امتحانها، دانش آموزان پایه 12 در تمام کشور باید حضوری امتحان دهند. مسئله که خانواده های بسیاری را نگران کرده و انتقادهای زیادی به دنبال داشته. پزشکان از کسانی که بهبود پیدا کردند می خواهند برای نجات جان دیگران پلاسمای خونشان را اهدا کنند. ما از عموم کسانی که دچار بیماری شدند و خداوند جان مجددی رو به اونها عطا بخشیده، به شکرانه نجات جان خودشون و کمک به هم نوع انشاءالله مراجعه بکنن، با اعطاء مقداری از پلاسماشون میتونن جون عزیز رو نجات بدن. وضعیت در 3 استان دیگر هم در حالت هشدار قرار دارد. هرمزگان یکی از این استان هاست. مسئله‌ای که پیش بینی شده بود اما به نظر میرسد تدبیری برای آن در نظر گرفته نشده. در واقع ما در اوج دوران پیکی هستیم که تقریبا یک ماه پیش اینها پیش بینی کرده بودیم و هم با مرارقام و اینکه انتظار داریم که این با تمهیداتی که در واقع چیده شده بود و بحث‌هایی که پیش می‌اومد، تعطیلاتی که در پیش داشتیم، همچین پیکی در این موقع داشته باشیم و خصوصا در بخش درمان پیش بینی‌هایی به این کار شده بود. استاندار هرمزگان گفته مقصر کسانی هستند که مجالس پنهانی عروسی و عزا و دور همی برگزار میکنند. هرچی افراد اونجا اومدن ما الان در آوردیم حدود 70-80 نفر از همین مثبت شده. این چه ربطی به محدودیت داره؟ یعنی اگه ادارات تعطیل بود این اتفاق نمی افتاد. او مردم را به رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی دعوت کرده و گفته مشکلات اقتصادی مانع تعطیلی بسیاری از کسب و کارهاست. درمان اصلی و اساسی پیشگیری تعطیلی و محدود کردن به نظر من نیست. ما گیرم الان یه هفته دو هفته دیگر هم اعمال محدودیت های شدید بکنیم، بعد چی کار بخوایم بکنیم؟ بالاخره این ویروس همه میگن هست. بنابراین خیلی از مردم که زندگیشون تو این ایام تعطیلی دستخوش تغییر و مشکلات شد با من در تماسن، نامه می نویسن، به من زنگ میزنن، میگن آقای استاندار من یک دستفروش بودم زندگی میکردم، خب شما تعطیل کردید، دستفروشی من به هم خورده. ما در تجارت خارجی فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ایران هم در مجلس گفت شیوع ویروس کرونا موجب شده تا خسارتی 15% به تولید ناخالص داخلی ایران زده شود. وضعیت در کرمانشاه هم وخیم است. این اتوبوسی است که مبتلایان به کرونا را از جوانرود به بیمارستان‌های کرمانشاه منتقل می‌کند. فرماندار سلاس باباجانی هم گفته وضعیت این شهرستان قرمز است. او عدم فاصله گذاری اجتماعی و بافت قومی و قبیله‌ای را از عوامل شیوع کرونا در استان کرمانشاه دانسته. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران تا ظهر یکشنبه 171,789 نفر مبتلا به کرونا شناسایی شدند. 8,281 نفر جان خود را از دست دادند و 134,349 نفر هم بهبود یافتند. بعضی از منابع بیمارستانی و مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر گفته بودند که آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است. رضا ملکزاده معاون وزارت بهداشت اعلام کرده بر اساس بررسی‌های این وزارتخانه 80 تا 90 درصد مردم هنوز به کرونا مبتلا نشدند. آقای ملکزاده پیش از این بر تأخیر در اعلام بیماری و متوقف کردن پروازها از ایران به چین اعتراف کرده بود. حالا به ملاحظات این کارم انجام نشد واقعا، یعنی خیلی جدی گرفته نشد، با وجودی که وزارت بهداشت این درخواست رو به طور جدی داشت و چندین جلسه این رو در دولت مطرح کرد. واقعا ما نتونستیم به موقع از این حمایت برقرار برخوردار بشیم که مرزمون رو به طور کامل ببندیم.
طبق آمار رسمی نزدیک به 4000 نفر مبتلا به کرونا در استان کردستان شناسایی شدند. در سنندج مرکز این استان مراسم عروسی و عزا تعطیل شده. مسئولان به مردم میگویند فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنید، اما به نظر میرسد اصرار بر گردش چرخ اقتصاد سلامت مردم را به خطر انداخته. فرین عاصمی، بی بی سی. دکتر امین مقدم، پژوهشگر و متخصص ایمنی شناسی از لندن با ما هستند. آقای مقدم، در این گزارش آمده که 80-90% مردم هنوز به کرونا مبتلا نشدند. با توجه به آمار رسمی که ما الان داریم نسبت مبتلایان و نسبت مرگ و میر در ایران طبق آمار رسمی، و اگه بخوایم اونو مقایسه کنیم با بقیه دنیا، چقدر این آمار ارقام هماهنگ و مطابقت داره با بقیه نقاط جهان؟ بله، این گزارش اخیری که به اون داده شده از طرف وزارت بهداشت، آقای دکتر ملک ساده، مربوط به تست آنتیبادی در افرادی که به طور رندوم انتخاب شدن در جامعه. این کار در جاهای دیگه هم انجام شده، در انگلستان و در اسپانیا، جایی که شیوع بیماری زیاد بوده، و آمارهایی که از گزارش‌های اونها اومده شبیه به ایرانه. یعنی اینکه پرسونی در لندن یه چیزی حدود 17% به نظر میاد از افراد آنتیبادی دارن، که تقریبا 1/5 به نظر میاد گرفته باشن، که یه چیزی حدود 80% پس بنابراین این رو نگرفتن. بنابراین اینا گزارشه، هنوز به صورت نشریه انتشار علمی پیدا نکرده، بنابراین ما داده ها رو نداریم راجع به این گزارش ها توی انگلیس، اسپانیا و ایران، نمیتونیم به عنوان متخصص اظهار نظر کنیم، اما شبیه همه. گفتین که خب داده ها رو ندارین، با ترجمه اینکه داده ها رو ندارین نمیتونین به عنوان متخصص ارزیابی کنین، چقدر فکر میکنین این گزارش بتونه قابل اعتماد باشه؟ این سخته. این مشکلی که الان متخصصین ویروس شناسی، ایمنولوژی، اپیدمیولوژی در دنیا در حال بحثن در مجلات علمی، و اون اینه که ما یک مسئله مهم اینه که از تستای آنتیبادی هنوز اونقدر اطمینان نداریم که چقدر دقیقاً. ببینید، این تستا دقیقاً در مورد کسایی که بیماری خوب شدید داشتن و آنتیبادیشون بالاست، ولی کسایی که فرض کنید اونقدر بیماری نداشتن یا اصلا سیمتوم نداشتن، آیا اینها هم اونقدر آنتیبادی توشون بعد از چند ماه وجود داره که پیدا شه؟ و بنابراین مشکلات تکنیکی وجود داره که هنوز باید رفع شه. اما به هر حال در حال حاضر شاخص دیگری غیر از این نداریم که بدونیم چقدر از افراد جامعه ممکنه گرفته باشن. تنها مسئله‌ای که مهم خواهد بود اینه که در مناطقی که شیوع بالا بوده، مثلا لندن یا تهران، باید ببینیم که آیا پیک دوم به همین سادگی ایجاد میشه، و بر اساس اون میشه گفت که چقدر از ممکنه بشه تخمین زد که چقدر از افراد واقعا نگرفتن. این گزارش های اینچنینی چقدر میتونه کمک بکنه برای جلوگیری از گسترش کرونا و مقابله کردن با اون؟ ببینید، اگر ما این گزارش رو قبول کنیم و گزارشی که در لندن هست، آلمان اومده و جاهای دیگه، که همه همونطور که گفتم یک تخمین حدود در مناطقی که بیماری شایع بوده، یه چیزی به نظر میاد حدود 10-15% افراد مثبتن و هنوز 85% یا 80% نگرفتن. اگر این درست باشه، اگر مسائل محیطی تأثیری نداشته باشه، مثل گرما که از قبل میگفتیم، تعطیل شدن مدارس، بنابراین این به نظر میرسه خب پیک دوم به وجود خواهد اومد. یعنی وقتی که محدودیت ها برداشته میشه و افراد اگر از فاصله گذاری و زدن ماسک و سایر مسائل بهداشتی دیگه تبعیت نکنن، طبیعتا ما انتظار پس بنابراین داریم که پیک دوم داشته باشه. متشکرم از شما دکتر امین مقدم، متخصص ایمنی شناسی از لندن. ما نگاهی بندازیم به اخبار مربوط به کرونا در دیگر نقاط جهان. در بریتانیا دانشمندان میگویند در بخش‌های مختلف این کشور انواع نسبتاً متفاوتی از ویروس کرونا را مشاهده کردند. یافته‌های اولیه آنها نشان می‌دهد که به عنوان مثال شایع‌ترین نوع ویروس در لندن و شرق انگلستان با نوعی که در بیشتر بخش‌های اسکاتلند رایج است فرق دارد. آنها امیدوارند که با کشف این تفاوت‌ها بتوانند از شیوع بیشتر کرونا جلوگیری کنند. در روسیه آمار روزانه ابتلا به کرونا رو به افزایش است. در شبانه روز گذشته نزدیک به 9000 مورد جدید گزارش شده و بیش از 130 نفر هم جانشان را از دست دادند. تا به حال حدود 470000 مبتلا ثبت شده و بیش از 5800 نفر هم جانشان را از دست دادند.
دولت فرانسه تصمیم گرفته برای مقابله با دور ریختن ماسک ها و دستکش های یک بار مصرف در خیابان جریمه افراد خاطی را دو برابر کند. در حال حاضر جریمه آشغال ریختن در خیابان 68 یورو است. قرار است این رقم به 135 یورو افزایش یابد. و ما نگاهی کنیم به مهمترین خبرها. نگاه کردیم، الان بریم سراغ آمار رسمی که در شبانه روز گذشته از مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان داشتیم و این تعداد 30 نفر از مبتلایان گفته شده که جانشان را از دست دادند که بی‌سابقه است. همزمان با ادامه وضعیت قرمز در استان خوزستان و حالت هشدار در 3 استان دیگر، وزارت بهداشت میگوید کشور از اوج کرونا عبور کرده. ادامه برنامه، سفر مجازی به حیات وحش در دوران کرونا. اولین جلسه دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق دفتر ریاست قوه قضایی، امروز برگزار شد. آقای طبری به اعمال نفوذ در پرونده های قضایی، دریافت رشوه، جعل اسناد و پولشویی متهم شده. 20 سال در سمت های بالا در قوه قضایی آقای طبری حضور داشت و با وجود اتهام های فساد علیه او، مورد حمایت صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضایی بود. برای کارآمدان ابراهیم رئیسی، اکبر طبری پارسال از سمت خود برکنار شد و چند ماه بعد بازداشت شد. باران عباسی گزارش می‌دهد. اولین حضور اکبر طبری در دادگاه، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در زمان ریاست او بر قوه قضاییه و مدیر کل امور مالی این نهاد. جلسه دادگاه علنی است. جلسه‌ای که بخشی از آن زنده از تلویزیون ایران پخش شد. دریافت رشوه از آقای جلیل سبحانی. از جمله اتهام ها علیه اکبر طبری، اعمال نفوذ در پرونده های بستگان، سیاستمداران و متهمان اقتصادی، فراهم کردن شرایط فرار بعضی از متهمان به فساد، دریافت رشوه، پولشویی و جعل سند، اتهاماتی که او را به مرد قدرتمند در سایه در قوه قضایی مشهور کرده بود. با وجود 20 سال سابقه سمت‌های بالا در این نهاد، به ندرت عکس و خبری از او در رسانه‌ها منتشر می‌شد. اولین بار در سال 1386 احتمال برکناری او از مدیریت مالی قوه قضاییه در رسانه‌ها مطرح شد. اما برخلاف حدس و گمان‌ها، پس از انتصاب صادق عملی لاریجانی به ریاست دستگاه قضایی، اکبر طبری به سمت مدیر کل امور مالی و همچنین معاون اجرایی حوزه ریاست انتخاب شد. در طول این سالها همواره حمایت رئیس قوه قضاییه را به همراه داشت و اتهام‌های فساد مالی علیه او از سوی صادق لاریجانی کذب خوانده شد. اما با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی ورق برگشت. 7 روز بعد از آغاز به کار رئیس جدید قوه قضاییه، اکبر طبری اولین مقامی بود که اخراج شد. نه آقای زاکانی اشاره میکنه، نه قوه قضاییه. اقدامی که بحث ها و اتهام ها علیه او را بیشتر به عرصه عمومی کشاند. از جمله اینجا در مناظره بین مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب و علیرضا زاکانی نماینده مجلس. اینقدر فساد اینجا توی مملکت افزایش پیدا کرده، چند وقت پیش آقای زاکانی دیدم یه جا مصاحبه کرده، گفته آقا یه نفری از تو قوه قضاییه 2 تا رئیس رو بیچاره کرده، هم میشناسنش، این سرپاپاش فساد، این کافی نیست فقط بیرونش کنیم، باید محاکمه بشه. دیدم میترسه اسمشو ببره. خب الحمدلله اسمش اونجا میبردی. در نهایت اکبر طبری تیر ماه پارسال به دست اطلاعات سپاه بازداشت شد. قضاتی ما داریم متاسفانه که با گذشت 6 ماه، 1 سال، 2 سال، یک مرتبه وارد یک وادی فسادی شده. اما او تنها مقام عالی رتبه قوه قضاییه نیست که به ارتکاب جرایم مالی و سوء استفاده از قدرت متهم می شود. با این حال رسیدگی به اتهام ها علیه قوه قضاییه در بسیاری از موارد به نتیجه نرسیده. از جمله پیگیری های هیئتی که در مجلس 7 برای تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی تشکیل شد. یکی از افراد مرتبط با این هیئت عباس پالیزدار بود. از مقام منظم رهبری اجازه‌شو گرفتن که برای خواهرها دانشگاه علوم قضایی میخوام بزنن تو قم. کسی که به دلیل نام بردن از بعضی از متهمان به فساد خود بازداشت شد. کسی
که اگر کسی واقعا فساد کرد و ثابت شد و قطعی شد، جوری با او برخورد کنید که اون مهر مجرم بودن بر پیشانیش همیشه بخوره. بعضی محاکمه اکبر طبری را نتیجه نشستن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست قوه قضاییه می دانند. اما منتقدان می گویند مدیرانی چون ابراهیم رئیسی با سابقه طولانی در قوه قضاییه خود مسئول فساد گسترده در این نهادند. سوال این است که آیا چنین تصاویری نشاندهنده اهتمام قوه قضاییه در برخورد با متهمان به فساد اقتصادی است یا انگیزه هایی مثل تصفیه حساب با رقیبان و کارزاری تبلیغاتی برای جایگاه های بالاتر سیاسی پشت آن پنهان شده؟ باران عباسی، بی بی سی. متشکرم از اینکه با ما در تلویزیون فارسی بی بی سی همراه هستید. الان تصاویر زنده ای داریم از مرکز لندن. این تصاویر تظاهراتی است که مقابل سفارت آمریکا تجمع مردم رو نشون میده. این تجمع اعتراضی است به نژاد پرستی و خشونت پلیس. جرقه این اعتراض ها بعد از مرگ جورج فلوید در بازداشت پلیس در مینسوتای آمریکا زده شد. این اتفاق 12 روز پیش افتاد و حالا دامنش به اروپا هم رسیده. این تصاویر از لندن مقابل سفارت آمریکا. اعتراض‌ها در خود آمریکا هم کماکان در چند شهر ادامه داره. در سیاتل و پورتلند گروه‌های از معترضان و پلیس درگیر شدند دیشب، اما در تظاهرات در دیگر نقاط آمریکا مسالمت آمیز بود. این تصاویر که می‌بینید تعدادی از معترضان رو نشون میده در مقابل سفارت آمریکا در لندن. جورج فلوید مرد سیاه‌پوستی بود که 12 روز پیش زیر فشار زانوی یک پلیس سفیدپوست در ایالت مینسوتا آمریکا جان داد. جمله آخر او جمله نمیتوانم نفس بکشم بود، که حالا این جمله به یکی از شعارهای معترضان در سراسر جهان تبدیل شده. تصاویر زنده رو داریم از تظاهرات که در مرکز لندن هست. پلاکارت هایی میبینیم در دست معترضان که رویش نوشته زندگی سیاه‌پوستان مهم است، جان سیاه‌پوستان در واقع مهم است. و در بولتن های بعدی خبر باز هم به این خبر بند. گروهی از محققان که شرکت فیسبوک هزینه تحقیقات آنها را می‌پردازد، خواهان نظارت بیشتر بنیانگذار این شرکت بر محتوای مطالبی شدند که رئیس جمهوری آمریکا در این شبکه اجتماعی منتشر می‌کنند. این محققان که عده‌ای از آنها در دانشگاه‌های معتبری مثل هاروارد و پرینستون کار می‌کنند، بعضی از حرف‌های دونالد ترامپ را حاوی مطالب نادرست و تنش‌زا خواندند. خبرنگار ما سام فرزانه از واشنگتن با ماست. سام، اگر میشه کم بیشتر توضیح بده که این محققان مشخصاً از آقای زاکربرگ چه درخواستی دارن؟ ببینید، هفته گذشته آقای ترامپ یک واکنشی نشون داد نسبت به همین اعتراضایی که چند دقیقه پیش خودت هم از اون صحبت می‌کردی که در آمریکا روی داده، و در کنار این اعتراض‌ها گروهی هم شروع کرده بودن به غارت مغازه‌ها. آقای ترامپ به زبان تهدید و با جملاتی که مربوط هست به یک مأمور رئیس پلیس در شهر میامی مال 60 سال پیش، 70 سال پیش، و با استفاده از کلام او آقای ترامپ گفته بود که زمانی که غارت شروع بشه تیراندازی هم شروع میشه، که بسیاری این رو به عنوان یک تهدید دیده بودن. و شبکه اجتماعی رقیب یعنی توییتر اومده بود و این توییت رو پنهان کرده بود و نوشته بود که اگر کسی میخواد این رو ببینه میتونه اینجا رو کلیک کنه، اما در این حال بدونید که این توییت یک جور مشوق خشونت هم هست. چنین انتظاری داشتن کسانی که موافق این تصمیم توییتر بودن که فیسبوک هم کار مشابهی انجام بده و همین پیام رو پاک بکنه، به خاطر اینکه اونها معتقد بودن که ترویج خشونت بنا به قوانین فیسبوک نباید انجام بشه در این شبکه اجتماعی، پس باید این هم حذف بشه. اما آقای زاکربرگ تصمیم گرفت که این پیام رو حذف نکنه و خب اعتراض‌های بسیاری هم شد به این موضوع، هم کسانی که الان اونجا کار میکنن در فیسبوک و هم حالا همین گروهی از محققانی که با پول بنیاد خیریه زاکربرگ دارن تحقیق میکنن.
گفته که فیسبوک تصمیم گرفته که این پیام رو حذفش نکنه، ولی آیا میدونیم که مشخصا دلیل این تصمیم فیسبوک چه بوده؟ واکنش فیسبوک در بیانیه چیزی اومده که بدونیم چی بوده؟ تأکیدی که فیسبوک میکنه اینه که بنیاد زاکربرگ و چن یک بنیاد خیریه هست و مجزا هست از اتفاقی که در فیسبوک میفته و میگن که فیسبوک یک برنامه دیگه‌ای داره، مدیریتش در واقع یکی هست با بنیاد، اما اهدافشون و روش کارشون متفاوت هست با بنیاد و معتقدن که اینها رو نمیشه با هم قاطی کرد و بهتره که افراد توی یک همچین شرایط سختی این موضوع رو هم درک بکنن که این دو نهاد جدا از هم هستند. متشکرم از اسام فرزانه، همکارم از واشنگتن توضیح میداد. شیوع کرونا بسیاری از پارک های حیات وحش را هم تعطیل کرده. حالا خیلی از پارک ها سفرهای مجازی تهیه کردند. میلیون ها نفر سالانه برای دیدن از صحرای کالاهاری به جنوب آفریقا سفر میکنن. حالا که شیوع کرونا مانع سفر شده، فناوری به کمک گردشگران آمده. گزارش اندرو هاردینگ رو ببینید. در حاشیه صحرای پهناور کالاهاری، طلوع خورشید گروهی از میرکت ها را از لانه هایشان بیرون کشانده تا خودشان را زیر نورش گرم کنند. بعضی هایشان بیشتر از بقیه تمرکز کردند. حالا فعالیت صبحشان به صورت زنده در سراسر جهان پخش می شود. یک راهنمای تور هم روی تصاویر توضیح می دهد. Good morning from a beautiful Kalahari morning. در اسکس انگلستان این خانواده آن را تماشا می‌کند. از داخل قرنطینه با حیات وحش آفریقا ارتباط برقرار می‌کنند. می‌گویند برایشان این احساس را دارد که انگار از نزدیک آنها را می‌بینند. هیچ چیزی مثل دیدن این حیوانات از نزدیک لذت بخش نیست. اما به نظر میرسه در دوران قرنطینه گردشگری مجازی رونق گرفته. تعداد کسانی که این حیوانات رو به صورت آنلاین به طور زنده تماشا میکنن 5 برابر شده. به جای گردشگران زیاد تنها چند فیلمبردار اینجا هستند و به نظر میرسد که این حیوانات هم تفاوت را احساس کردند. مسئولان پارک میگویند حیوانات بیشتری از جمله فیل‌ها دیده می‌شوند چون انسان‌های کمتری در منطقه هستند. اما آیا این وضعیت ادامه خواهد داشت؟ آیا گردشگری مجازی بخشی از زندگی روزمره می‌شود؟ فکر می‌کنم گردشگری مجازی بخشی از آینده میشه. این راهی حیاتی برای اشتراک میراث طبیعیه بدون اینکه صدمه زیادی به چیزی که دوست داریم بزنیم. وقت آن رسیده که حیوانات بیشتری را ببینیم. این دومین حیوانی است که امروز به طور زنده برای بینندگان نمایش داده می شود. البته این خانواده می گوید با وجود دیدن تصاویر هنوز هم چیزهایی هست که نمی توان آنها را در قرنطینه تجربه کرد. مثل بو. بو از طریق مجازی احساس نمی شود. فناوری هم محدودیت های خودش را دارد. Andrew Harding, BBC News, South Africa. متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. امیدوارم شما هم مثل من و تهیه کننده برنامه دلتون از دیدن این دم عصایی‌های این گزارش شاد شده باشه. متشکرم از همراهیتون.